سرخط مهمترین خبرها. احمد مسعود از یک کار جدید خود تمام مردم افغانستان را آگاه ساخت. بایدن: نظامیان امریکایی بیرون از افغانستان آماده مقابله با تهدیدات داخل این کشور هستند. وزیر داخلی ایران: امکان مانگاری و ارائه خدمات به مهاجران غیرقانونی وجود ندارد. و حسین: طالبان داعش نیستند، بلکه بخش از واقعیت امروز افغانستان هستند. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. کار جدید احمد مسعود. احمد مسعود به اندپندنت فارسی: مقاومت تلسم تسلیم شدن و طالبان را شکست. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز سه‌شنبه 14 قوس در نشست خبری در شهر وین پایتخت اتریش در پاسخ به پرسش خبرنگار اندپندنت فارسی در مورد دستاورد پیش از 2 سال مبارزه نیروهای مقاومت در برابر طالبان گفت که شکستن تلسم تسلیم شدن به طالبان، خلق شدن روایت مقاومت و گسترش آن در برابر امارات طالبانی از دستاوردهای کلیدی در 2 سال گذشته بوده است. احمد مسعود افزود در قدم نخست در مقابل روایت به نام امارات و طالبان، روایت به نام مقاومت خلق شد. در زمانی که دولت افغانستان و امیدهای مردم سقوط کردند، طالبان و طرفدارانشان باور داشتند که همه چیز تمام شده است، اما مقاومت در لایه ها و اشکال مختلف خلق شد و گسترش یافت. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مورد فعالیت نظامی این جبهه در 2 سال گذشته گفت در بعد نظامی جبهه های مختلف شکل گرفتن و علی طالبان مبارزه می کنن و من از تک تک آنان تقدیر می کنم و ایستادگی بیانگر این است که مردم افغانستان از مقاومت آموختن که می توان در برابر ظلم استاد و آن را شکست داد. احمد مسعود تصریح کرد که مقاومت و ایستادگی در برابر طالبان در حال ادامه دارد، که همه مقاومتگران در تنهایی مطلقن و آنچه را انجام می دهند به خاطر خداوند، وطن و مردم است. مسعود افزود که پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان، طالبان و طرفداران این گروه ادعا می کردند که تنها راهی باقی مانده تسلیم شدن است، اما مقاومت این طلسم را شکست و اکنون مقاومت به شیوه های مختلف علیه طالبان ادامه دارد. احمد مسعود در مورد این که چرا در 2 سال گذشته جبهه مقاومت با متحمل شدن تلفات انسانی نتوانست جغرافیای مشخص را در افغانستان در کنترل خود بگیرد گفت طالبان ولسوالی ها یعنی شهرستان ها، ولایات و شهرها را در اختیار دارند، اما کنترل تمام افغانستان و به ویژه کنترل مردم افغانستان برای طالبان و هر گروه دیگر که از رای زور و استبداد به قدرت برسد ناممکن است. ما در افغانستان حضور داریم و نمایندگان مردم افغانستان در ابعاد دفاعی و سیاسی بعد دستاوردهای دست یافتن. در نشست خبری احمد مسعود که در پایان 30 دور نشست روندوین برای افغانستان دموکراتیک با حضور شمار دیگر از شرکت کنندگان برگزار شد، بر ضرورت اجماع میان مخالفان طالبان به عنوان کلیدی ترین رمز پیروزی تاکید شد. روندوین برای افغانستان دموکراتیک در سال 2021 و با دعوت از جریان‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان و با میزبانی مرکز گفتگوهای در وین، راه اندازی و دور سوم آن از 3 تا 5 دسامبر برگزار شد. احمد مسعود در مورد نتایج برگزاری دور سوم این نشست گفت که این روند شروعی خوب برای اتحاد همه جریان هاست. مسعود افزود که حدود 50 گروهی که در روند وین برای افغانستان دموکراتیک حضور داشتند روی یک نقشه را برای آینده افغانستان توافق کردند. رهبر جبهه مقاومت در ادامه افزود که برای رسیدن به اکثر سیاسی کلان گفتگو ادامه می‌یابند تا دیدگاه مشترک برای آینده افغانستان به دست آید. مسعود تصریح کرد ما باید رای آینده افغانستان را به صورت مشترک ترسیم کنیم. مسعود مقاومت مسلحانه در افغانستان را بر اساس جبر زمان دانست و گفت مقاومت به این دلیل ادامه دارد که طالبان هیچ گزینه دیگر را باقی نگذاشتند. مسعود پیش از این نیز گفته بود که طالبان از مخالفان خود فقط بیعت می‌خواهند و به هیچ گونه مذاکره و گفتگو اعتقاد ندارند. بنابر ظلم طالبان، مقاومت در حال گسترش است. احمد مسعود همچنان با اشاره به نحو کنترل افغانستان از طرف رژیم طالبان گفت بنابر ظلمی که در افغانستان در حال گسترش است، دفاع و مقاومت مسلحانه در برابر طالبان نیز در حال افزایش است. مسعود تاکید کرد که مبارزه و دفاع حق مشروع ملت افغانستان است، که نه او و نه هیچ کسی دیگر در داخل افغانستان نمیتواند مانع این مقاومت بشود.
رهبر جبهه مقاومت همچنین با تاکید بر اهمیت تلاش‌های سیاسی در کنار مقاومت نظامی علیه طالبان گفت که این گروه از راه نظامی پیروز نشدند، بلکه بر اساس فضای سیاسی که به آنها داده شد باعث شد تا به قدرت بازگردند. جو بایدن: نظامیان آمریکایی بیرون از افغانستان آماده مقابله با تهدیدات داخل این کشور هستند. کاخ سفید تای نامه به کنگره آمریکا گفته که نیروهای آمریکایی برای رسیدگی به تهدیدات ناشی از افغانستان در بیرون از این کشور مستقر هستند. در نامه‌ای که شب گذشته کاخ سفید منتشر کرد، جو بایدن گزارش اختیارات جنگ رئیس جمهور آمریکا به مجلس نمایندگان و سنای این کشور ارائه کرده است. در این نامه آمده که پرسنل نظامی ایالات متحده همچنان در خارج از افغانستان مستقر هستند تا به تهدیدات علیه سرزمین ایالات متحده و منافع ایالات متحده که ممکن است از داخل افغانستان ناشی شود رسیدگی کند. حسین عبداللهیان: طالبان داعش نیستند، بلکه بخش از واقعیت امروز افغانستان هستند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، گفته است که طالبان داعش نیستند، بلکه بخش از واقعیت امروز افغانستان هستند. با گزارش رسانه‌های ایرانی، عبداللهیان این سخنان را روز شنبه 8 قوس در نشست دانشجویان در ایران بیان کرده است. او افزوده است که در افغانستان باید دولت فراگیر حاکم باشد و تلاش‌های ایران در عرصه دیپلماتیک در این راستا جریان دارد. از سوی دیگر، وزیر خارجه ایران تصریح کرده است طالبان داعش نیستند، بلکه بخش از واقعیت امروز افغانستان هستند و بخش از طالبان امروز با داعش می جنگند و باید تلاش کنیم برای امنیت و ثبات بیشتر این کشور همسایه. به گفته وی، ایران اکنون میزبان 5 میلیون مهاجر افغان است. عبداللهیان پیش از این گفته بود که فرماندهان ارشد و رهبران داعش از عراق، سوریه و لیبیا به افغانستان منتقل شدند. وزیر داخلی ایران: امکان ماندگاری و ارائه خدمات به مهاجران غیرقانونی وجود ندارد. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران میگوید که امکان ماندگاری و ارائه خدمات به اتباع خارجی غیر مجاز وجود ندارد. آقای وحیدی در شبکه اجتماعی اکس خود نگاشته که مهاجران غیرقانونی پس از شناسایی و انتقال به اردوگاه‌ها به کشور خود بازگردانده خواهند شد. وزیر داخلی ایران افزوده قطعا با این مهاجران با کرامت رفتار خواهد شد، اما باید پس از طی مراحل پیش بینی شده به وطن خود بازگردند. پیش از این وزیر داخلی ایران گفته بود که اتباع افغانستان به صورت موقت در ایرانند و وقت بستر آماده شد باید به کشورشان بازگردند. احمد وحیدی افزوده بود اتباعی که مجوز ندارند باید برگردانده شوند و به کسانی که مجوز دارند سازماندهی شوند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.